بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان و سلام و صلوات بر روان پاک منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و درود و مهر و محبت خدمت یک شما عزیزانی که همکنون بیننده برنامه عصر عریوا از تلویزیون جهانی اصلاح هستید. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از سلسله برنامه های عصر عریوا و از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز چهار شنبه همچنان با ما همراه باشین. بیننده های عزیز، امروز هم با بخش های مختلف مهمان خانه های شما عزیزان هستیم و خداوند بسیار مهربان و سپاسگزار هستم که باری دیگر توفیق عنایت فرمود تا از طریق این برنامه مهمان خانه های شما عزیزان باشیم و از خداوند بسیار مهربان خواهان هستم که توفیق عنایت بکنه تا در هر لحظه و هر حال شاکر و سپاسگزار آن ذات یکتا و بی همتا باشیم و در برابر تمام مشکلات و رنج ها و صبر و حوصله پیشه بکنیم، چنانچه خداوند متعال بارها در قرآن کریم فرموده است در برابر مشکلات استقامت و پایداری کنیم و اجر و پاداش صابران با خدا هست. و بیننده های عزیز، در اولین بخش برنامه قرار داریم، همونطوری که در جریان هستین روزهای چهارشنبه یکی از بخش های برنامه عصر عریوا بخش با روشندلان هست. امروز هم با جناب آقای نظر محمد هلال، یکی از روشندلان موفق در برنامه عصر عریوا در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای هلال، سلام بر شما، خیلی خوش آمده. بارد سلام و تشکر خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون اصلاح به خصوص برنامه عصر عریوا. بسیار تشکر از حضور شما. جناب آقای هلال، دوست دارم در ابتدای صحبت ها در ارتباط با خود صحبت بکنین، در ارتباط به تحصیلات خود و اینکه مصروف چی وظیفه هستین. تشکر از شما. من دوره مکتب ابتدایی به لیسه سواد حیاتی خوندم، باز دوره لیسه به امیرعلیشیر نوایی و پانتین رم به پانتین ولایت هرات 15 تعلیم و تربیه دپارتمنت تاریخ. بسیار عالی. فعلا مصروف چی وظیفه هست؟ فعلا بیسه استاد در لیسه مسلکی روشندلان ایفای وظیفه می. مدت چند ساله که من هیچ سال مدت 7 سال از سال 1393 به عنوان استاد در اونجا مقرر شدم و بسیار عالی. چه سوال دارین وقتی برای هم نوعان خود خدمت میکنین و بالاخره اون چیزی که شما آموختین برای اونا میآموزانین؟ خب گفتیم این برای هم نوعان به کسایی که مشکل بینایی دارن و کوشش کنم که درس بیاموزن، شرایط تعلیم و تربیه به اونا آماده شده، شرایط آموزش از این فرصت استفاده کنن تا اونا هم نه تنها به اصطلاح بار دوش و جامعه بشن، بلکه مصدر خدمت برای مردم و جامعه و ملت خوب باشن. بسیار عالی. امروز وضعیت معلولین نسبت به گذشته چگونه میبینین جناب آقای هلال؟ وضعیت معلولین نسبت به 15 یا 20 سال پیش الحمدلله خیلی خوبه. سابق که بود هیچ پروگرام های تعلیمی برای افراد معلول به خصوص نابینایان و ناشنوایا میسر نبود. الحمدلله از 15-20 سال پیش این زمینه آماده شده، هم برای افراد روشندل و هم برای ناشنوایان این زمینه آماده شده که منطقه آماده شده، بازم بیشتر آماده بشه که تمام افراد جامعه هم از ولسوالی های دور بتانن این افراد روشندل از پیرزات تعلیم و تربیه برخوردار بشن خیلی خوبه. یعنی نسبت به 15 سال پیش این افراد تحت شهر و مثلا اولسوالی های نزدیک برای از اینا آماده شده، خیلی خوبه. بسیار عالی. ناگفته نمونه بیننده های عزیز، جناب آقای هلال در همایش و برنامه ای که چند روز پیش از طرف مقام ولایت هرات برگزار شده بود با عنوان یکی از نخبگان تقدیر شده بودند. تبریک عرض میکنیم برای شما. تشکر از شما، زنده باشید. بسیار تشکر. میشه بگین چه سوالی داشتین وقتی که من حیث یکی از نخبگان تقدیر شدین؟ خب من اول تشکر میکنم از همو کسایی که همه جشنواره را برگزار کردن و خواستن که از مردم و ملت هرات به نوعی تقدیر بشه، از تمام افراد، هم از افراد دولتی و سکتورهای خصوصی از اینا همه. و من باز از طرف مجمع معلولین و طرف شورای شهر به صلاح به عنوان
نخبه معرفی شدم که باز مقام ولایت تقدیر نمودن یک تندیس باز اهدا کردن بریم کمو نمای ولایت هرات. بسیار عالی، انشاءالله که بیشتر موفق باشین. جناب آقای هلال، ما شنیدیم که شما خلاقیت هایی هم دارین، میشه بگین چی مهارت هایی دارین؟ خب من بعد تشکر از سوال شما، بعد ابتکارات یا نوآوری های در بعد چی های داشتم و بعد طرح به شکل تیوری و چی هست و بعد هم عملا انجام دادم که هست. خب من در سالهای گذشته اولین یک خلاقیت یا یک ابتکاری که بود یک آجیر زلزله ساختم که او شکلی بود که با جزئی‌ترین به اصطلاح لرزه یا اهتزاز او به آجیر در میامد و دو گروپ روی صفحه از روشن میشد که اگر خدای نخواسته زلزله طرف شب اتفاق بیفته و برق خاموش باشه و بتونه فضای خانه روشن بکنه و فرد بتونه خود از اتاق بیرون بکشه. و این به شکل که من میگم تیوری و شکل فیزیکی رو هم به همین صورتی که گفتم ساختم. باز در این اواخر که دو تیوری دیگر هم به شکل عملی ساختم که عملا او رو به صلاح آزمایش کردیم و همون نتیجه که میگم 100% جواب داد. یکی که عصای هشدار دهنده در محیط مرتوب و گلالای برای افراد روشندل ساختمی و این طوری ای عصا که زمانی که یک فرد روشندل به یک محیط حرکت کنه به یک مسیری بره، زمانی که این عصا به یک سطح گلالای یا مرتوب برخورد کنه هشدار میده تا همین فرد روشندل هم جهت خور تغییر بده و از پا گذاشتن به گلولای یا محیط مرتوب جلوگیری کنه. و این اصلا دارای دو سیستم و سیستم دیگه نصب کردم روی از ساختم که زمان چون مربوط به مو فصل زمستان میشه، چون در فصل زمستان همه سطو مرتوب به نوی نمناک میباشه یا گلولای، این باز طوری ساختم که او زمان باز زمان ای اشترده وقتی اشترده که این اصلا به یک سطح برخورد کنه که بیشتر از 4 سانت آب باشه، بعد از باز ای اشتر میده تا فرد روشندل که در او مسیر حرکت میکنه از پا گذاشتن به مو محیط که بیشتر از 4 سانت آبه خودداری کنه و جهت خور تغییر بده. بسیار عالی. آیا این خلاقیت های شما مورد توجه هم قرار گرفت؟ ما در یک تشکر به بعض نمایشگاه ها ایر نمایش دادیم و به اصطلاح چی دادیم، متاسفانه تاره که با ما اور بتونم به شکل استاندارد و شکل کمپنی اور بسازم تالی و تا همکاری خودم صورت نگرفته. باز در این اواخر در امی به اصطلاح دوران کرونایی که ما زیادتر به خونه بودیم و روی یک بعض چیز دیگه فکر کردم، یک چیز به صلاح حسگر مایات در ظروف برای افراد روشندل ساختم که این هم عملا ساختم و چیزی که هسته 100% او نشون میده و به صلاح عملی از او کار میده. این شکلیه که بخصوص یک فرد روشندل که خواسته باشه اما گلاس خود از فلاکس یا ترمز چای بکنه خود بتونه بتنه. ما یک چیگه از زیادتر روشندل ها یک متماسایی بگرفتیم، اونا زمانی که گلاس چای میکنه انگوش خور به کنار امو گلاس مقدارن، زمانی که امو فرد امو چای به امو انگوش ازی برسه بعدا متوجه میشه که این چای پر شده. ما به این فکر شدم که چکار کنیم هم که این بتونه خود نابینا بدون از اینکه انگشت خوب داره بتونه بفهمه که گلاس از او پر شده و زیادتر هم نریزه به سرا به زمین و دست از او آسیب نبینه. و یک وسیله ساختم شکل یک گیر که او به کنار گلاس به سرا نصب میشه، سیار یعنی تو میشه که او برداریم، باز او که میدارن چای که میرسه به نقضی که از او که همو چای میرسه باید او اشتار میده، میفهمه که یعنی گلس نقضی به پر شدنه و باز همو رختن چای در همو گلس متوقف میکنه فرد روشنده. که این همی چیزی که میگم 100% این نتیجه داده و این هم با ما در چون ما هم اصا و هم این چیز در از مواد محیطی ساختم و اما حجم از یک کمی اندازه به صلاح چیه
و به طرحهای بعدی به شکل یک تیوری به فکرم هست که میر بتونم به شکل یک خیلی ظریفتر با قطعات ظریفتری که به شکل یک فلش یا USB بسازم که هم لحظه برای افراد روشندل راحت باشه بتونه در هر زمان و مکان او با خود حمله کنه و ای هم 100% این نتیجه داده و به صلاح ایرم در آینده خداوند توفیق بده و بعد نادهای اگر همکاری بکنه که ما بتونم به شکل استاندارد و مو کمپنی از ایر ما بتونم طرح ارائه کنم که ساخته بشه و به اختیار افراد روشندل قرار داده شد. بسیار عالی، واقعا این خلاقیت ها و مهارت های شما قابل قدر است. انشاءالله که بیشتر مورد توجه قرار بگیره و امکانات بیشتری در اختیار شما قرار بگیره تا که انشاءالله از اون توانایی هایی که دارین بتانین که به شکل خوب و درست از اونا استفاده بکنین. و این واقعا جای بسیار خوشحالی است که امروز میشه گفت توانمندان جامعه ما واقعا انگیزهشان در حال رشد و پیشرفته و دوست دارن که بیشتر پیشرفت بکنن، نه تنها در سطح تحصیلات بلکه در سطح مهارت ها و نوآوری هایی که میخواین انجام بدن. از جمله شما بعضی ابتکارات را انجام دادیم و واقعا قابل قدر است. جناب آقای هلال، دوست دارم بهترین خاطره خود را چی در دوران تحصیل بوده چی در طول زندگی بوده، بهترین خاطره خود را در طول این مدت یک صحبت داشته باشین، گرچه خاطرها بسیار زیاده. تشکر از شما، خاطرات خیلی زیاده که بگیم، هم خاطرهای خوب و هم به اصطلاح خاطرهای تلخ. ما از خوب خاطر بهترین خاطره که من برای شما بگم که خیلی اون لحظه خوشحال شدم، خیلی زمانی که ما به سلام دوره پانتون خلاص کردیم، اما شب جشن فراغت ما بود به سلام، زمانی که همو انانسر همو تقدیرنامه یا لوح سپاسر میخوندن که من واقعا قبل از او فکر نمیکردم که من بتونم وقتی که نابینا شدم، بیشترین اندوم ای بود که من دیگه گفتم از به صلاح درس و تعلیم محروم میمونم دیگه. باز من تونستم با به این عالم نابینایی، با عالم معلولیت تونستم که دوران مکتب، دوران پانتون خلاص بکنم و به اون شب که ما جشن فراغت داشتیم و انانسرم و لوح سپاس خوند و تقدیرنامه بریم از طرف پانتون ادا شد و او بهترین خاطره که هیچگاه از یاد و فکرم نمیره. بسیار تشکر از حضور شما جناب آقای نظر محمد هلال، یکی از روشندلان موفق. آرزوی موفقیت های بیشتر با شما دارم، انشالله که بیشتر موفق باشین. تشکر از سلامت باشین. بیننده های عزیز، ممنون و سپاسگزار شما هستیم از اینکه بیننده ای اولین بخش برنامه عصر حریوا بودید. برنامه همچنان ادامه داره، بعد از یک میان برنامه دوباره در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم گرفت.